دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومد اسم این اون یه مقدار عجیب قریب اگه بخونیدش نوشتم سود من علامت سال خب اله قضیه چیه؟ بچه فرض کنید توی دنیایی خیلی دور از دنیای واقعیمون بنده نقاش هستم یعنی من یه هنرمندم که نقاشی میکشم بعد برای این میخوام حساب کنم که برای کشیدن هر تابلوی نقاشی چه هزینه ای باید بدم از فروش هر تابلوی نقاشیم چه درآمدی حاصلم به دست میارم و در نهایت چقدر سود میکنم خیلی مثال تخیلیه یعنی همین که من نقاشم خودش خیلی تخیلیه تو این مثال بچه ها من ادعا میکنم که هزینه ای که من برای نقاشیان باید بدم یه تاب است از این قرار که من بچه ها به ازای هر یه نقاشی که میکشم یه سری هزینه باید بدم اگه بگیم که مثلا هزینه رنگ هزینه بوم حتی هزینه خورد و خوراک و جایی که نقاشی میکشم بعد اگه بگم من X تا نقاشی بکشم این تابه هزینمون باشه من میگم تقریبا به ازای هر ایکس تا نقاشی که میکشم هزینه من برابر با ده ایکس به اضافه پنج بچه من ده و پنج نوشتم چون یه بار تو مثال تعیین علامت سعی کردم از واحد میلیون تومن استفاده کنم همون نوشتن صفرای میلیون یه چالش فکری بود تو کل ویدیو برای من برای شما فرض کنید این دهه مثلا میتونه ده میلیون باشه پنجا پنج, پنج میلیون باشه یا پنج هزار تا باشه ولی برای ساده سازی من میگم که ده و پنج گذاشتم یعنی که من اگه یه نقاشی بکشم 15 تومن باید هزینه بدم بذارید بگم 15 واحد مالی اگه دو تا نقاشی بکشم میشه ده هزاب در دو به اضافه یه پنج بیست و پنج هزینه مالی باید بدم پس یه جورایی هزینه تابه است یعنی ورودیش تعداد نقاشی ها مونه خروجیش هزینه یه که من باید برای کشیدن اون نقاشی بدم از طرفی من میتونم بگم اون درآمدی که من از فروش نقاشی به دست میارم یه جورایی تابه است یعنی که بچه ها من ببخشید این فلش بد شد یعنی که مثلا من اگه یه نقاشی بفروشم به من اسم اینو میذارم ایکس اسم اینم میذارم درآمد. من یه قیمت ثابتی برای هر نقاشیم گذاشتم مثلا اونا رو ده واحد مالی ده واحد که نه پونزده واحد مالی میفروشم پس من اگه یه نقاشی بکشم 15 واحد مالی درآمدمه اگه دوتا تا بکشم 30 واحد مالی حالا سوال من اینه که سود من چقدر چون درسته که من وقتی که مثلا یه نقاشی فروختم 15 واحد مالی به دست دارم ولی قبلش برای همون یه نقاشی 15 واحد مالی هم هزینه دادم هزینه رنگ جا خورد و خوراک خب پس در واقع سود من درآمد من نیست سود من درآمد من از فروش تابلوها بچا من بعد فیت وقت میگم فروش تابلو هام حس عجیبی دارم من هیچ موقع نقاش نبودم که تابلو داشته باشم برای سود من برابره با درآمد من منهای هزینه هزینه ای که من دارم خب حالا باید بخوام بگم کلا میتونم من مثلا بگم وقتی که خب سود من برای یه تابلو چی بوده سود یه تابلو من اینجا می نویسن. میشه درآمد یه تابلو منهای هزینه ای یک تابلو ولی بله خب فکرم خیلی کار عاقلانه نیست من دونه دونه بتونم بشینم اینا رو حساب کنم وقتی که من فرمول کلی درآمد و هزینه رو دارم من میتونم با توجه به این دوتا فرمول کلی فرمول کلی سودم به دست بیارم چجوری بچه ها؟ میگم که سود سودمون برابر با درآمدمون درآمدمون چیه بچه ها؟ پونزده زبدر در ایکسه منهای هزینم که هزینمون هم برابر با 10 x به اضافه 5 من باید پیوستگیمو حفظ کنم چون اینجا ضبط در نزداشتم اینجا هم نباید بزنم بچه خب که اینو من اگه بخوام ساده سازی بکنم میشه 15 x منهای 10 x منهای 5 که میشه 5 x منهای در واقع من حالا اسم سودم میتونم مثلا اسمشو میذاریم تابیه اس میگیم که اس ایکس برابر شد با پنج ایکس منهای پنج دوباره هم میتونیم به شکل تابه نشونش بدیم بچه ها که یعنی من اگر x تا تابلو بفروشم و این تابه سودم باشه وقتی که ایکس ورودیمه 5 x منهای 5 خروج خب حالا هدف از این مثال تخیلی چی بود؟ هدف از این مثال, مثال تخیلی گشودن در تازه بود در مفس توابه و اون اعمال جبری روی توابه است این مثال مثالی بود که ما چیکار کردیم ما دو تا تابه رو یک تابه رو از یک تابه این تابه رو یک تابه از یک تابه دیگه کم کردیم تفریخ کردیم و یک تابه جدید به نام سود به دست آوردیم توی جلسه بعد بچه رو بررسی کنیم که ما میتونیم اعمال جبری مختلفی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم رو, رو روی توابع انجام بدیم. این جلسه صرفا مثال بود و باب آشنایی توی جلسات بعد ما آشناییمون رو کامل تر کنیم. مرسی که توی این جلسه با من بودید. فعلا خدافز.